ایران زیبا، ایران زیبا، نام کشور ما ایران است. ما در ایران زندگی می کنیم. ما ایران را اینجا مدرسه شونه. اینجور که در صداشون میاد دارم درس میخونم. منم ترجیح میدم که الان نرم و مزاحمشون نشم. دنی های فراوان وجود دارد. مردان و زنان ایرانی پرتلاش و با ایمان هستند. اکنون بیایید به قسمت هایی از ایران سفر کنید. توی این روستا و کنار این مردم شاید خبری از اون زرق و برق‌های توی شهر نباشه، ولی این سادگی، همبستگی و مهربانی که اینجا وجود داره واقعا شاید کمتر جایی بتونی یه همچین چیزی رو در کنار هم تجربه کنی. آیا در زمین گردش نکرده اند تا برای آنان دنهایی بیدار و بینا پیدا شود که با آن بیندیشند، یا گوشهایی که با آن اندرزها را بشنوند؟ حقیقت این است که دیده ها کور نیست، بلکه دلهایی که در سینه هاست کور شده است. در سفر چه گوهری نهفته است که پروردگار جهان آن را شفا بخش چشم دل و گوش جان معرفی می کند؟ هرچه هست باید رفت و
باید رفت و رفت و رفت، آنقدر باید رفت تا بینا دل شویم، آنقدر باید رفت تا شنوا دل شویم. تصمیم گرفتیم به دو روستای دوردست در منطقه سیستان و بلوچستان سری بزنیم و با زندگی در آنجا آشنا شویم. دو نفر با دو مقصد ولی یک هدف. دو روستا از توابع سیستان و بلوچستان، روستای کروچ و روستای گوچکو. دو مسافر هستیم و دو مشتاق حیات. زندگی ساختنی است، باید آن را خودمان ساز کنیم. ایستادن مرگ است. لاجرم باید رفت، چه به پا و چه به دست، چه به پا و چه به سر، کوه یا در برود، راه را باید رفت. چشم باید که گشود، گوش باید که شنود، آنقدر باید رفت که دلت زنده شود، که دلت هم شنود هم بیند، که بپرسد تو که هستی و کجایی تو، کجا و کجا خواهی رفت. سفر که می کنی گویی چشمانت چندین برابر تیز بینتر می شود، همه چیز را می بینی، خیال دست از سرت بر نمی دارد. کوه و دشت پر از صداهایی می شود که فقط در تنهایی قابل شنیدنند. البته قبل از حرکت به روستا، آسبادهای سیستان هم دیدنی است و صحبت در خصوص آنها شنیدنی. می‌دانید که عامل اصلی چرخش آسبادها باد است. به همین دلیل محل اصلی راه اندازی آسبادها مناطق بادخیز هستند. یکی از معروف‌ترین بادهایی که در ایران می‌وزد، باد 120 روزه سیستان است. این باد چنان قوی است که گویی در منطقه حکومت می کند. آقای علی خسروی، دوستی که قرار است درباره آسبادها که همان آسیاب‌های بادی سیستان و بلوچستان هستند، برای ما صحبت کند و برای آشنایی بیشتر ما را به یکی از همین آسبادها ببرد و توضیحات بیشتر را در داخل خود آسباد بدهد. اینکه بشر از چه زمانی توانست باد را به کنترل خود درآورد مشخص نیست، اما به گواهی بسیاری از محققان داخلی و خارجی، ایرانیان اولین ملتی بودند که باد را مهار کردند و از آن به عنوان نیروی محرک آسیاب و چرخ چاه بهره گرفتند. مسعودی، تاریخ نویس و جغرافیدان سده 4 هجری، در کتاب خود به نام مروج الذهب آورده است: سیستان دیار باد و ریگ است و همان شهری است که گویند باد آنجا آسیاب ها را گرداند و آب را از چاه کشید و باغ ها را سیراب کرد، و در همه دنیا شهری نیست که بیشتر از آنجا از باد سود برد. آقا حسرای مخلص، شکریم. چه خبر؟ خوبی نشالله، سلامتی؟ احوال شما چطوره؟ خوب هستین؟ خیر مقدم، خیلی خوش میگذره، سلامتی؟ قربان شما. به جرأت میتوان گفت که همزمان با موفقیت بزرگ بشر در جهان، در زمینه فناوری تبدیل حرکت یک سویه آب به حرکت چرخشی سنگ آسیا، ایرانیان توانستند از نیروی باد نیز برای به حرکت درآوردن سنگ آسیاب و بیرون کشیدن آب از چاه بهره جویی کنند و موجب اختراع آسباد در دوردست تاریخ در این بخش از سرزمین ایران شده است. در معنی واژه درک، در لغت‌نامه‌های متعدد اشاره به عمق و ته هر چیزی شده است. روستای درک زرآباد
در جنوب استان سیستان و بلوچستان، جایی که ساحل دریای عمان است، قرار دارد. ساحل روستای درک در سطح جهان نیز جزء معدود مکانهای خاص است، چرا که تنها چند نقطه در دنیا است که دریا و صحرا در یک قاب جای گرفته باشند. ساحل کشور نامیبیا و ساحل کشور شیلی مطرح ترین ساحل‌های شبیه روستای درک هستند. چیزی که نباید در این روستا از دست داد، منظره غروب و طلوع خورشید است. طلوع خورشید درک در کویر و غروب آن در دریا رخ می دهد. آنجا که اتحاد میان دو قدرت است، آباد می شود دل بازیگران دهر، آزاد می شود نفس باد، قلب نور. در وسط خاک و آب، در عاشقانه های دلانگیز بر و بر، شعریست مستمر و کلامیست مستطر که آب می سراید و در خاک می تند. دریا به گوش ماسه ساحل مرتبا تکرار می کند که عشق، عشق، عشق. تاریخ ابن خلدون قدیمی ترین مرجعی است که وجود آسباد را قبل از اسلام در ایران اثبات می کند. در فرهنگ معین درباره واژه آس چنین آمده است: دو سنگ گرد و مسطح برهم نهاده که به وسیله آن غلات را آرد کنند. سنگ زیرین ساکن و سنگ بالایی متحرک است. این در واقع چند تا بخش داره. یه بخش بیرونی هست که معمولا جهت باد رو نشون میده. دو تا بازوی خیلی بزرگ داره که باد رو میگیره و معمولا به یک بخش اینا رو هدایت میکنه. هدایت میکنه که بتونه این سنگ به این عظمت رو بگرده. بله، درود بر شما. ما قسمت بالا طبقه دوم این تیر عمودی رو داریم که این تیر عمودی با یک محور افقی در طبقه دوم و به اصطلاح بادگیر اونجا ثابت میشن. ها روی قسمت در واقع بادگیر نصب شدن، محکم شدن با نی و علف دریاچه و همینطور از حصیرهایی که تو منطقه میبافتن محکم میشدن. یه در واقع پرههایی رو با برای بادگیر میساختن و بعد در واقع وقتی که این حرکت میکنه، این محور عمودی هست که حرکت رو به سنگ روی. اینجا ما دو تا سنگ داریم، این سنگ بله، سنگ پایینی ثابت سنگ هست، سنگ متحرک بله، سر گردن چرخانه داشت این هستش. این قسمت در واقع پایینش هم در واقع یه چوب بسیار محکم و قوی هستش که اون رو بهش ده مرد گفته میشه، چون در واقع خیلی فشار و همه در واقع فشار روی اونه، ده مرد گفته میشه. حتی ما داریم طایفه هم برام ده مرده داریم که بسیار قوی و پرکار و کوشا هستن تو منطقه ما هستن. واژه آس نخست به معنای آسیای آب که همان آسیاب است شهرت گرفت، ولی بعد از آن به دلیل استفاده از سایر نیروها در ترکیب با کلمات آب، باد، دست، سطور و چرخ نیز آمده است، مثل همین آسباد که حاصل ترکیب آس و باد است. سفر ترابط دریای زندگانی ماست. سفر سواحل آرام بعد طوفان هست. سفر طلوع دلانگیز نور در ظلمت. سفر دمیدن نور خدای بر جان هست. سفر صعود سعید است. سفر تلالو عشق است. سفر سماع شعور است. سفر طریق صعود است. سفر سراغ حبیب است. سفر کلام حضور است. سفر مقابله زندگی و طوفان هاست. سفر مقاومت نخ در بیابان هاست. سفر صلابت دریاست زیر تیغ کویر. سفر رفاقت یک نخل و ساحل دریاست.
سفر تولد وحدت میان کثرت ها، سفر فراغت نخل از هجوم طوفان ها، سفر چقدر قشنگ است، دل چه آرام است، سفر زمان کمی که برای خود باشی و فرصتی که کمی آشنای خود باشی، کمی به فکر خودت باشی و به فرصت هات، به آنچه رفت و آنچه که دست خواهد داد، به آن کسی که به جز او دیگر نخواهد ماند، به آن کسی که تو را در تمام عمرت خواند، ولی تو مست تماشای دیگران بودی، خدا پر از تو و تو خالی از زمان بودی. بیا و خانه خود خالی از لیالی کن، بیا و در دل شب جای روز خالی کن. بیا به نور سلامی دوباره کن و به عشق سفر کن و از بیگانه شانه خالی کن. استان سیستان و بلوچستان پس از استان کرمان دومین استان پهناور کشور است که در جنوب شرقی ایران قرار دارد. وسعت این استان حدود 180 هزار کیلومتر مربع است، یعنی چیزی به اندازه کشور سوریه که بیش از 11% از وسعت ایران است. سیستان و بلوچستان 300 کیلومتر ساحل مشرف به دریای عمان دارد. شمال استان برآمده از آبرفت‌های رودخانه هیرمند است که در مواقع پرآبی بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان محسوب می‌شود. کوه خواجه که در بخش بعد بدان می‌پردازیم تنها عارضه بلندی است که در شمال استان خودنمایی می‌کند و نزد اهالی منطقه از ارزش خاصی برخوردار است. ابوالفضل موسوی و آیدا کنی قرار است به دو روستای این استان سفر کنند. هر دوی این روستاها در نقاط صعب العبوری هستند و به همین دلیل زندگی جاری در آنها کاملا سنتی و خالی از امکانات روز است. ابوالفضل موسوی به روستای کروچ واقع در شهرستان فنوج سفر می کند، جایی که حتی با موتورسیکلت هم نمی شود خود را به آنجا رساند، و خانم کنی قرار است به روستای گوچ کوه سفر کند که دسترسی آسان تری دارد. البته هر دوی روستاها راه پر نشیب و فرازی دارد، ولی خب یکی طولانی تر و سخت تر از دیگری است. برای رسیدن به روستای کروچ باید از شیبه های مختلفی استفاده شود، یعنی بخشی از راه را با موتور و بخشی را حتی ناگزیریم با استفاده از چهارپایان طی کنیم تا بتوان کوه ها و دره ها و دشت های پهناور پیش روی را پشت سر گذاشت و به مقصد رسید. سلام، خوبی؟ خوشحال شدی عزیزم، مرسی. ببخش بازا بکرم راه گم کرد. برم خوبی؟ حال شما ممنون، مرسی. سلام، حال شما خوب هستی؟ ببخشی مزاحمتون شدم، آن شرمنده. برامون خوشحال شدی، خوشه.
به نظر میرسد یکی از مهمترین دلایلی که باعث میشد گذشتگان ما نسبت به هم مهربانتر از این روزهای ما باشند، همین سختی ها و مشقت های طاقت فرسا و در برخی موارد جانکاه بود. در روزگاران گذشته، سفر از یک روستا به شهر یا از یک شهر به شهر دیگر آنقدر با سختی و مشقت توأم بود که گاهی افراد را با تهدید جانی مواجه می کرد و همین امر موجب می شد که وقتی کسی مسافری در راه داشت، با نگرانی انتظار آمدن او را می کشید تا برسد، و اگر رسیدن مسافرش با تأخیر مواجه می شد به شدت نگران می شد. و البته وقتی هم که می رسید شادمانی بسیار می کرد و احساس شادی فراوانی نسبت به دیدار و وصال مسافرش ابراز می کرد. خوب، چه خبر؟ چی کارا می کنی؟ خوبی؟ من ترسیده بودم که راهو گم کنم، خدا رو شکر راهو پیدا کردم و الانم رسیدم و خیلی خوشحالم که در کنار شما هم الان. الحمدلله ما هم نگران بودیم که تو راه گم کردی، یکی باید به دنبال تو ببریم. آخه نه، خدا رو شکر پیدا کردم رسیدم. من قراره چند روزی در کنار اهالی روستا زندگی کنم و با کارشون و حالا کارهایی که انجام میدن آشنا بشم و خیلی از این بابت خوشحالم. مردم بلوچستان یه زبان شیرینی دارن. سلام علیکشون با تمام سلام علیکایی که ما توی شهرهای دیگه ای میشنویم متفاوته. سلام علیکش آقای شهرستان، میشه برامون توضیح بدین و یه باری سلام علیک کنین ما ببینیم؟ سلام علیک. حالا خوبه؟ تیار جیره. جیره. تیار جیره. چوب که تیارم. معلو که تیاره. شوف. درم که تیاره. هوا دکن. سلامت تیاری. جوری دادی تیاری. سلام علیکش، سلام علیک، خیلی متفاوتیه. آی سلامت، چه حال هستید؟ حالا معنیش چیه؟ معنیش میشه به من بگید که جوری ددی تیاریه و حالا بقیه این چیزایی که گفتید کلن چیه؟ معنیشو میخوام بدونم. معنیش اینه که حال شما خوبه، سلامت، حال شما خوبه، سرحالی، برابری، یعنی که حال شما چطور؟ خوبید، زرنگید، برابرید، یعنی که حالا احوالتون خوبه، اوضاعتون ردیفه، یه همچین معنی داره. ولی خیلی با قافیه است این سلام علیک. من خیلی از این بابت خوشحالم که قراره چند روز اینجا باشم و با تمام کارهایی که مردم بلوچستان به اهالی روستا انجام میدن آشنا بشم. گویش بلوچی یکی از گویش‌های مهم پارسی است که از یک سو بیشترین خویشاوندی واژگانی و دستوری را با گویش خراسانی و فراتر از آن با لهجه های ماوراءالنهری و تاجیکی کنونی دارد و سوی دیگر دارای واژه های مشترک بسیار با سیستانی است که با توجه به تاریخ و جغرافیای مشترکی که دارند امری کاملا طبیعی است. بلوچستان دارای وسعتی زیاد و آب و هوایی متنوع است و در این حال با دریای عمان نیز گره خورده است. طبیعت این سرزمین کوهستانی است، اما مناطق جنوبی بلوچستان یعنی مکران به دلیل مجاورت با دریای عمان و بهره گیری از بادهای موسمی اقلیمی متفاوت دارد. با توجه به پایین بودن بارش و نبود منابع برفی کوهستانی، اکثر جریانات رودخانه‌ای موقتی و فصلی است و در بخش وسیع از بلوچستان منابع محدود آب‌های زیرزمینی تنها امکان تأمین آب به شمار می‌آید. عبور از برخی بخش‌های مسیر به دلیل کوهستانی بودن منطقه و مسیر صعب العبور آن آنقدر سخت است که حتی گذر کردن از آنها با استفاده از چهارپایان هم خالی از مسئله و مشکل نیست، چرا که حیوان بینوا هم ناچار است مسیر پرفراز و نشیب کوهستان را طی کند و هم باید سنگینی بار را تحمل نماید و همین امر باعث می شود که گاهی تاب نیاورد و توان جا به جایی را از دست بدهد. این جریان برای ما نیز درد سر ساخت و باعث شد بخشی از وسایل و امکانات من خیس شوند.
نکته دیگری که در این مناطق انسان را به تحیر می کشد تاریکی مطلقی است که در شبهای غیر مهتابی بر منطقه حاکم می شود. شدت تاریکی به حدی بود که ما در عین اینکه به روستا رسیده بودیم و صدای سگهای روستا را از نزدیک می شنیدیم به هیچ عنوان هیچ تصویری از روستا به چشم نمی رسید. و ما تا صبح آن شبی که به روستا رسیدیم هیچ تصوری از شکل و وسعت روستا نداشتیم. در همون ابتدای رسیدن به روستای کروچ با نکته بسیار جالبی مواجه شدیم که ترجیح می دهیم ابتدا آن را از زبان خود اهالی بشنوید. آقای رحمت، آقای رحمت، آقای خدابخش، آقای خدابخش، اینا همه آقای رحمت و خدابخش پسر آقای قجر خسته بود. آره خسته بود بنده خدا. واسه نماز صبح بیدار بشه. از چه طایفه محسوب میشه؟ آها یعنی فامیلیشون میشه مثلا آ رحمت هوتی، خدابخش هوتی. بعد این روستا چه جوریه؟ چند تا خانوادن؟ چند نفرن؟ کلا از یه خانوادن، همه پسر و دخترای قجرن. جدی؟ یعنی کل این قبیله که الان اینجا هستین روستای کروچ همه فرزنده آقاجر، دختر و پسرای آقاجری. درست، چقدر جالب. یه خانواده آقاجر قجر، بله، همه رو دوره هم نشستین همونجا، مثلا پسر و برادر و خواهر و هم دیگه. چقدر خوبه واقعا تو شهر به این راحتی ها مثلا یه خانواده دوره هم جمع. حالا شده بعضی وقتا شادی و همین ها دیگه ما هم بگن. آره مثلا یه ساختمون باشه، خواهر برادر باشه، ولی اینکه واقعا یه روستا تشکیل بدن و بهتره. مثلا اینجا خیلی امنیتش و کیفیتش و مثلا برای ما بهتره به نظرم. ولی خود آقاجر بعد خیلی مرد پرقدرتی باشه که تونست مرد بزرگ اصلا این منطقه است. خیلی آدمه بالاخره نیکوکار، درست، صلح‌جو. الان مرد آقایی بوده پدر من، خیلی صلح‌جوی هستم، خیلی دنبال صلح و اینکه تونسته واقعا این خانواده رو با این اتحادش جمع کنه. اصلا نشون میده این قدرت و این صلح رو. بعد شما چند ساله الان تو این کروچین؟ اینجا کروچین. آه تازه 15 ساله کروچ. قبلا چجوری بود؟ قبلا چجوری اینجا از اونجا کوچ کردیم رفتیم خنزیرو. از خنزیرو رفتیم پوچینکک. همه روستاها را مثلا روستاهایی بوده که کوچ میکرد، یعنی ثابت نبودن. الان 10-15 سال اشایر بودن، کوچ میکردن، ولی خب الان 15 سال دیگه کاملا همینجا نشسته. 15 سال اسکان اینجا شد و دیگه همینجا شده روستای کروچ که به اسم آقاجره دیگه. گجره، بله گجره، پدر بزرگ منه، کل منطقه به اسم آقاجر میشه. یکی از بزرگای بلوچه پس اینجوری که شما میگین آقاجر تو کل بلوچستان شناسه. شناسه، صلح‌جوی، مثلا هر جا مشکلی کاری بشه مثلا برای صلحی، برای مراسم خاصی چیزی باشه حتما آقاجر یه پای قضیه هست. همان گونه که متوجه شدید اهالی این روستا همگی فرزندان مردی هستند به نام قجر. او نه تنها توانسته است فرزندان و نوادگان خود را با صلح و صفا در قالب یک روستا گرد هم آورد، بلکه در سطح منطقه نیز یک تنه نقش یک قوه قضاییه یا شورای حل اختلاف را بازی می کند و پیوسته برای پایان دادن به خصومت ها در سطح استان به درخواست مردم به مناطق مختلف سفر می کند. او فردای شبی که ما رسیدیم عازم سفری شد برای حل اختلاف مردم و متاسفانه چندی بعد متوجه شدیم این مرد بزرگ
مدتی پس از ضبط این برنامه دعوت حق را لبیک گفت. خدایش بیامرزد. الان تقریبا اکثر اهالی روستا خوابن، اما من اومدم بیرون که ماه و ستاره ها رو نگاه کنم و میخوام از ثانیه به ثانیه سفرم لذت ببرم. البته یکم هوا خنک شده، ولی میارزه به این که آدم بیاد یه همچین جایی بشنه و آسمون رو نگاه کنه. آسمان دل من محو تمنای تو شد، چون تو هستی که فقط با من و دل مانایی. جای بازگو بندی مید یه بنانه بندی مید تایی پاسوانه این شهره ای که لگو چم دیران ماما مر که بم برانگرانی ما جان از یه خانواده ایم. همه تون از یه خانواده؟ از یه خانواده. خب برادر و پدر و خواهر و این است. بعد این رنگه چه جوجه؟ این ناکن این حالا لحافی که هست تو کلن تو زندگی شما، حالا بلوچا و کلن عشایر، این رنگا هست، خیلی خوبه و روحی آدم باز میشه. چه جوجه؟ حکمت خاصی داره؟ چون این مناطق کوهستانیه، از طبیعت الهام میگیرند و خودشون هم آدم ها شادی هستند. آدم ها شادی هستند، از رنگ های شاد و متنوع استفاده می کنند. درست. خیلی خوبه علی آقا. توی شهر معمولا اصلا رنگ استفاده نمیشه. نه اصلا رنگ های تو شهر، آره، رنگ های کدر و خیلی حالا رسمی و اینها استفاده میشه و اون روحیه ای که توی اینجا هست هیچ وقت به نظر من توی شهر نیست، چون اینجا این رنگایی که وجود داره خیلی تو روحیه آدمو تاثیر داره و این شادابی تو زندگیشون اصلا جاریه و به عینه دیده میشه. درست ها داوود؟ ها داوود؟ علی آقا شما که الان صحبت میکردی؟ تا داوود خوابید شما هم رفتید. سر شب میخوابیم سر صبح بلند میشیم اینجوری. حالا فکر کنم داوود که خوابش برد، علی آقا هم خوشو زد بخواب که منم سریعتر بگیرم بخوابم. چون شما سر ساعت 7:30 خوابید. 7:30 میخوابن، شامشون رو سریع میخورن میخوابن، صبح هم از اون بر خیلی زود بیدار میشه. پس منم بخوابم که صبح شب بخوابم. آره منم کسل نباشم. شبتون بخیر.
با توجه به غلبه دامپروری در منطقه سیستان، عنصر اصلی و محوری رژیم غذایی این منطقه را گوشت تشکیل می‌دهد. بعد از گوشت، این خرماست که برای مردم نقش محوری در تولید غذا دارد. اولین شواهد از اهنی‌سازی بز در ایران یافت شده است که به حدود 10,000 سال قبل از میلاد برمی‌گردد. بز حیوان پرطاقتی است، چرا که هم در مناطق کوهستانی کم علف و هم در دشت‌های پست و هم در بیابان‌ها و مناطقی که دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک هستند، بز به خوبی پرورش می‌یابد. بز از شاخ و برگ درختان با ایستادن روی دو پای عقب خود تغذیه می‌کند و در مراتع انواع علف را از سطح خاک قطع می‌کند. بعد از شیر مادر، شیر بز بهترین نوشیدنی جهان است و فایده‌های فراوانی برای سلامتی انسان دارد. شیر بز دارای یک ترکیب و ساختار مغذی بسیار شبیه به شیر مادر است. شیر بز هضم راحت‌تری نسبت به شیر گاو و گوسفند دارد و مثل شیر مادر در بدن انسان به راحتی تجزیه و جذب می‌شود. علاوه بر آن، شیر بز سرشار از چربی خوب، پروتئین، انواع آنزیم، مواد معدنی و ویتامین است. زنان در جوامع کوچ نشین و برخی جوامع روستایی دوشادوش مردان به کار و فعالیت مشغولند و انجام برخی از کارهای طاقت فرسا مانند مشق زنی را خود به تنهایی و بدون همکاری مرد خانواده بر عهده می گیرند. شیر گوسفند رو می جوشونند. یکی دیگر از فعالیت های روزمره اهالی سیستان که بیشتر به عهده بانوان است، مشک زنی است. مشک زنی دوغ برای کرگیری در همه جای ایران، چه در میان عشایر و روستاییان و چه در میان جنگل نشینان، از کارهای مختص زنان است و در همه جا زنان ترانه هایی دارند که هنگام مشک زنی همراه با حرکت مشک زمزمه می کنند و نوایشان با حرکت مشک در هماهنگی بسیار دلچسب و مطبوعی است. داز نام معنی نحل وحشی در استان سیستان و بلوچستان است. این درخت یکی از موهبت‌های اصلی خداوند به مردم این منطقه است، چرا که بسیاری از نیازهای اهالی سیستان و بلوچستان از همین درخت تأمین می‌شود. داز یعنی هیزم، داز یعنی تنابی محکم، داز یعنی سبد بزرگی به نام سند خرما که در چیدن خرما از آن استفاده می‌شود. داز یعنی حسیر، یعنی فرش زیر پا. داز یعنی مسکن، یعنی سقف بالای سر.
در فرهنگ گذشته دینی و حتی ملی ما، آنچه باعث ارزشمندی انسان و بزرگی و تعالی روح او بود، کار و تلاش و همت فراوان است. اما امروز نوع بشر بیشتر به فکر افزایش لحظه به لحظه رفاهیات خود است تا بتواند بیشتر به استراحت و تفریح بپردازد و کمتر کار و تلاش کند. در روستاها زنان معمولاً نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند. در سیستان و بلوچستان زنان علاوه بر مسئولیت مدیریت منزل در فعالیت‌های کشاورزی و دامداری نیز مشارکت دارند. آوردن آب از چشمه‌های دوردست، چیدن هیزم از درخت نخل وحشی که به آن داز می‌گویند، دوشیدن دام‌ها، تولید محصولاتی چون دوغ، کره و پنیر، پخت نان، پخت غذا، صنایع دستی، شستشوی لباس‌ها، شستشوی ظرف‌ها. با این توضیح که تمام شستشوها قبل و بعد ناگزیری دارد، یعنی باید مسافت پرنشیب و فراز بین منزل تا چشمه را با هر میزان باری که دارند طی کنند. اصلی‌ترین منابع درآمدی مردم این منطقه است و از میان دام‌ها بز اصلی‌ترین دام این منطقه است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز چوپانی می‌کرد و فرموده است کدام پیامبری است که چوپانی نکرده باشد. صنایع دستی سیستان و بلوچستان که بیشتر دسترنج بانوان هنرمند این دیار است، انقدر فاخر است که موفق به کسب نشانهای ملی و بین المللی متعددی شده است. جمعیتی هم که در این استان به خلق صنایع دستی مشغولند تعداد قابل توجهی است که نشان از اقبال دو جانبه تولید کننده و عرضه کننده این صنایع ارزشمند دارد. سوزن دوزی بلوچی یا بلوچی دوزی از آن دسته صنایع دستی ایران است که اصلا نیاز به هیچ تبلیغی ندارد. آها این بعد این حالا این که میدوزین طرح خاصی داره، یعنی طرح خاصی روش زده شده، نقشه داره؟ نقشه. چه نقشه‌ای داره؟ واتساپ.
آها، بعد اون نقشه رو میزنید دوره شروع میکنید به دوز و دوختن. خیلی جالبه. میگن که این پارچه هایی که حالا برمیدارن یه نقشه روش میزنن و دور نقشه رو شروع میکنن با کانوا دوختن، یعنی با نخ معمولی نمیشه دوختش. منم بلد نیستم، همینجوری هی میتوزم سوزن از داخلش در میاد بیرون. ببخشید من شرمنده. یه بار خودتون انجام بدید من ببینم قشنگ یاد بگیرم. بعد لباس عروس اینجا چجوریه؟ سفید. سفیده؟ بعد همینجوری دوخته میشه روش یا نه سفید خالی؟ نه همه دوخته. آها دوخته. بعد چقدر برای لباس عروس زمان میذاریم؟ برای یه لباس عادی که مثلا حالا 5-6 ماه زمان میذاریم، برای لباس عروس چقدر زمان میذاریم؟ 5-6 ماه. اونم 5-6 ماه زمان میبره. بل تیکه تیکش کنم دارا شد چی چی بولن بل بزنی با مردی ها پارسی بلد نهی؟ باید پارسی بلد بیتا دانش آموزش تو همانی ها؟ تمامانی. همانطور که میبینید درخت داز یا همان نخل وحشی حضور بسیار پررنگی در زندگی مردم این منطقه دارد. شما در همین یک برش از زندگی این مردمان سخت کوش ببینید. سوختشان داز، منقلشان داز، سیخ کبابشان داز، حصارشان داز، سقفشان داز، دیوارشان داز. محیط کوهستانی منطقه و نوع گیاهانی که در دامنه کوه‌ها رشد می‌کند، مردم این نواحی را به سمت پرورش بز هدایت کرده است، چرا که بز حیوانی است که هم کوه پیمای خوبی است و هم گوارشی دارد که با گیاه و خارهای کوهستانی مشکلی نخواهد داشت. خب این کباب بز برای نهار امروز هم آماده شد. یه رسم خیلی خوبی دارن، قبل از غذا خوردن حتما دستشون رو میشورن، حالا با این جامی که میارن و اینها سر سفره حتما اول دستشون رو میشورن. آقا جعفر و آقا رحمت هم که شستن، ما هم قبلا شسته بودیم با آقا جعفر دیگه. آقا بسم الله. شرمنده کردین آقا جان. شرمنده. سلامت باشید. بسم الله. اینم با نون تازه و محلی که خود اینجا درست میکنه. بله. آجری اون داده؟ آها. نون عجبش خراب بود. دی خورما رو برای چی می‌ذارین؟ خبر بجنا می‌ریم. جان بله خورما رو خورما رو. برای چی؟ هم پیاز نه برای خوردن مثلا غذای بهتری. گوشت بز چون سردیه فکر میکنم خورما هم گرمیه میذارین که به مشکل بر نخوره. ها میگن تو دل دعوا میکنن گرمی سردیه. معده خوبه خورما، برای معده خوب وقتی سردی. اینجا تقریبا کل بز رو بعد اینکه قربونی کردین میخواین کباب درست کنین به سیخ میزنین و همه روستا با هم میخوره. خیلی هم عالی. این همه رسم قدیمیه ما دوری میگونیم. از قدیم اینجوری بوده که هر مهمونی که میاد قربونی میکنن. بله همه شما اینجوری میشونن دیش ما میاد اما میکوشن گوسفنده و با هم کباب میکنن میکنن. بعد همه دوره هم میشینن این غذا رو میل میکنن. غذا هم میکنن. عجب زغالی هم شده بود الکبابم. چه قشنگه. آره. خیلی خوش طعم شده. یاده مثلا زغال درست کنیم همه کوه مثلا ریز ما رو برمی‌دار اونجا بیا. سیخاتون هم که سیخایی بود که از خود طبیعت از نخل خرما. خه میگین درست؟ این نخل رو که ما میگیم نخل شما میگین نخل. بله. آره. نونه خودش به تنهایی مثل بیسکویت میمونه. من تیموش. تیموش؟ یعنی چی؟
اسم نون محلیتون تیموشه. نون محلی اسمش میشه تیموش.